صبح بخیر، چطور هستین؟ خوب هستین؟ جان شما جور است؟ بخیر هستین؟ خوش آمدین به یک ولاگ دیگه. همونطوری که میبینین دیگه از این خانه امروز بخیر کوچکشی میکنیم که دوشنبه هست دیگه. تا دیشب دیگه کل وسایلی که باقی مونده بود من و عمر جان با هم دیگه جمع کردیم و امروز از طرف شرکت خانه دو نفر آمدن که وسایل ما را به خانه جدید ببرن و صبح زود هم عمر جان کلید خانه جدید تحویل گرفته. دیگه بخیر وسایل ها امروز جمع کردم میریم در خانه جدید. در خانه از خانه جدید هم برای شما عزیزا من حتما فیلم میگیرم، منتظر باشین. بخیر دیگه ای که دوستا گفته بودن که چرا کوچ میکنین، به خاطر که خانه ما نیاز به تعمیرات داره، ای که خود ما کوچا رو نمی بریم، از طرف شرکت خانه برای ما کوچای ما رو میبره و میاره. کارتونا رو گفته بودن که خودت خریدی، کارتونا رو من نخریدم، خود شرکت خانه داده. دیگه همین فکر میکنم که پس میگیره کارتونا را. دیگه بخیر تا پایان این ویدیو ما رو همراهی کنین و کلید لایک و سابسکرایب فشار بدین. تشناب برتان نشان بدم که همین تشناب و آشپزخانه را قرار است که رنوویرا کنن یا ترمیم یا بازسازی کنن. دیگه به همین شکل است، کاشی نداره، قرار است دیوالش کاشی کنه فکر میکنم. باز میبینیم دیگه که دیگه چی تغییراتی را میارن. خوب بیادتان باشه این قسمتش. دیگه بخیر کل وسایل ها را دیگه بردن، یک چند تا گگ مانده، همین تختم فقط مانده، تخت یاسمین مانده. دیگه اکثریت چیزا برده شد، سالون خلاص شد، پاک شد. دیگه منتظر هستیم بخیر که هیس بیکار شد همین آسانسور ما، دیگه براییم بخیر انشالله که خانه ما مقبول شود. آشپزخانه را قرار است که یخچال تبدیل کنه، این کاشی هایش را چینج کنه. اساسا آمد دیگه بخیر. دیگه ای هم بعد از اینکه وسایل ها رسید در خانه جدید، همین دقیقه کل لوازم ها آمد بخیر. دیگه بسیار زیاد به انجام دادن مانده دیگه، دیگه خسته مانده هستیم. اول از همه باید یک غذا پخته کنم، یک بجه چاش شده، اولادا گوش نشده، عمر جان سر کار هسته، دیگه باید یک چیزی فعلا پخته کنیم.
اولادا رو بتیم خودمون رو شجون کنیم کم انرژی بگیریم. باز بخیر نگه خانه را تا که عمر جان میاد دوستا رو یک ذره خودم منظم کنم که هم بیچاره خسته کوفته از سر کار میایه دیگه یک ذره وقفه بگیره. خودستای گل نازنین بعد از 4-5 روز است که بالاخره من تانستم یک مقدار خانه رو منظم کنم. امیال پیش دروازه ورودی خانه هستیم، اینجا داخل خانه که شدیم یک سالونک خورترک امینجا هست. یک این دروازه بیرون است که از بیرون داخل خانه میایی، باز وارد این سالونک کوچولوگک میشین. اینجا جا کفشی هایش هست دیگه، پالیش یک المانی داره که لباس ها را مثلا لباس کار زیاد بیرون دارن استفاده میکنیم. اینجا میمانیم که من یک مقدارش گذاشتم داخل خلطه، لباس های چرک بود که شوشتیم. و این طرفش هم توالت است یا تشناب WC دیگه. روی پاک و اینا هنوز نخریدیم برش به خاطر که این خانه موقت است، اما این خانه ما ببینین که به نظر شما مقبوله یا نه، چطور است، خوب است. باز تپ داره یا وان، وانش هم پرده داره دیگه. من دستشوی شامپو رو اینا رو همه رو اینجا چیندیم، موقتا برای 10 هفته هستیم اینجا دیگه. از توالت که آمدیم بیرون وارد خود خانه میشیم، همطور که گفتم از تشناب که آمدیم بیرون وارد سالون میشیم که سالون همراه آشپزخانه یک جاسته. اینجا ما دو دانه پمپر به اسرا جان خریدیم، تخفیف خورده بود و سبد لباس های چرک اینجا گذاشتیم که البته کل لباس ها رو من شوشتیم، هنوز جابجا نکردیم، امروز شوشتیم دیگه. اینجا سالون نشسته، میز آشپزخانه ما رو هنوز وصل نکردیم، فقط چوکی ها رو اینجا موندیم. این طرف آشپزخانه هسته که وصل به سالون هست. بسیار یک آشپزخانه که کوچولو گگ داره، ماشین ظرفشویی هم نداره دیگه. ما ظرفا و یارا داخلش منظم کردیم و این یخچالش هست. یخچال ما امروز رفته بودم خرید، یک مقداری خرید کردیم داخل یخچال، اما خریدم هنوز تکمیل نشده، فردا هم باید برم دوباره خرید کنم. این هم یخدانش هست، یک یخدان کوچولو گگ داره دیگه. دراورا را ما داخلش قاشقا را چیندیم، همون چیزایی که لازم داشتم. اینجا مو صافی ها و یا هست، کفگیر و پیاله و یا کلش دیگه مانده، همون چیزایی که خیلی ضرور لازم داشتم. اینجا همون ظرفایی که ما روزانه استفاده میکنیم گذاشتیم تور آشپزخانه. اینجا همینطور ظرفایی که لازم داشتم و اینجا ظرفای دیگه خودم ماندم. ادویجات چیندیم، در این پایینش هم دیگه ماندیم دیگاره. این اجاق گازش از اجاق گاز خانه من خیلی بهتر است به خاطر که خوب غذا رو هم خوشمزه پخته میکنه، هم زود داغ میشه و غذا رو سریع پخته میکنه. 3 دانه بوتلکای من اینجا گذاشتیم دیگه. این طرف هم آشغالی است، آشغالا رو سطل آشغالا گذاشتیم و کچالو پیازه. و داخل ای الماری هم خوراکی ها را گذاشتیم همطوری که میبینین. داخل ای الماری هم چیزای اضافه را، برنج و اینا را گذاشتیم دیگه. قیلونه و مرسته ای هم بود بخش آشپزخانه. این چوکی اسرار اینجا موندیم، کلکیناش خودش پرده داشت و چوکی ها. فرشای من دو دانه فرشای برده بر اینجا خورده. اینی پردای سبزم خود خانه داشت، کارتونایی که میبینین هنوز ما وقت نکردم که واس کنم دیگه. صوفا را ایسو ماندیم. تلویزیون ما در کوچکشی متاسفانه مایده شده، صفحش سیاه شده، هنوز وقت نکردم که بریم تلویزیون بخریم. و دیگه ای که هنوز وایفای خانه هم وصل نشده، مشکل تکنیکی پیش آمده. با ادامه از این خانه سعی کنیم این طرف صوفا که هست، این طرف هم خود خانه هست. این خانه از خانه اول ما که خورتر شاید در ویدیو کلان معلوم شوه، اما خورد است. و یک اتاق خوابم اینجا داره. تخت خودم این طرف موندیم و کارتونایی که باز کردیم فعلا همینجا موندیم چون جا نیست. تخت یاسم اینجا هم اینجا گذاشتیم. و برش یک الماری هست که الماری هم ما بخشای گوناگون چیندیم داخلش. اینجا لباسای مرجان گذاشتیم. این طرف هم در بالای لباس های خودم ماندیم، شاید یک ذره نامنظم معلوم شود دیگه. همین قدر فقط تونستم
و پایینش لباس های اولادا را مانده، یکیش از یاسمین یکیش از اسرو هسته و چیزای اضافه را. دیگه همین بود دیگه خانه ما. دوستای گل نازنین تشکر از این که در این مدت صبوری کردین. معذرت میخوایم که در این چند روز ویدیو انداخته نتونستم، هم مشکل اینترنت داشتیم هم مشکل از این بود که واقعا دست تنها بودم، کوچ کشی کردم، خیلی سخت بود. اولادای من که نیفهم گفتم یا نگفتم، اولادا را از خاطر از اینکه کرونا خیلی زیاد شده من از داگیس کشیدمشون برای همیشه و قرار است که خودم بعد از دیده خانه ازشون نگهداری کنم، به خاطر از اینکه همون مدتی که من چند وقت اینا را به داگیس فرستادم خیلی مریض شد، یا همون کودکستان دختر خوردم 2 کیلو کم کرد. از اون خاطر دیگه من تصمیم گرفتم که اینا در خانه باشم و حال یک کرونا جدید دست ویدان آمده که اولادارم میگیره متاسفانه. از اون خاطر من ترسیدم دیگه و همون زمانی هم که داگیس میرفتن یا فقط 2 روز داگیس میرفتن، 2 هفته 3 هفته حتی 1 ماه دیگه یا ناجور بودن در خانه بودن و شب تا صبح روز تا بگاه اردویشان بازی یک جای مریض میشدن. خیلی سخت بود برای من دیگه. از اون خاطر تصمیم گرفتم تا که اینا یک ذره کلانتر نشده دوباره به داگیس نفرستم، خودم در خانه هستم، میتونم از اولادای مراقبت کنم، هم کار خود از خانه پیش میبرم هم اولادای من مواظبت میکنم. به نظر من که تصمیم خوبی هست دیگه. این خانه موقت است، برای 10 هفته گفته که اینجا هستین. خود شرکت خانه ما را انتقال داده، هم خودشان موتر کرایه کردن، کارتونا رو دادن. کارتونا رو ما فقط بسته‌بندی کردیم تا بالایش خود شرکت خانه کرده، کارگر گرفته بود و بعد از 10 هفته هم اونا قرار است که ما را پس ببره در خانه ما. دیگه زیاد زیاد پشتان دق شده بودم دیگه، زیاد کوشش میکنم که کارتونایی که لازم ندارم من باز نکنم، همون قدر چیزای ضرور را فقط باز کنم استفاده کنم، چون که بعد از 10 هفته دوباره همین قدر زحمتی کشیدم دوباره باید اینا را بسته‌بندی کنیم و بریم در خانه خود ما. خیلی پشتان دق شده بودم. تشکر که صبوری کردین، تشکر از محبت‌های همیشگی شما دوستای نازنین. کسایی که تا حالا کلید لایک و سابسکرایب فشار ندادین حتما فشار بدین. تا یک برنامه دیگه منتظر من باشین. شما را به خدای یکتا میسپارم. برنامه های جالب در راه هسته، مثلا یک ولاگ تولد هسته، تولد اسرا جان نزدیک هسته، بخیر تجلیل میکنیم. تصمیم نداشتم که تجلیل کنم اما این خانه حالی که کمی منظم شده به نظر خودم، دوست دارم که تولدش را در این خانه بگیرم و چند دوست خورخونده خودم دعوت میکنم بخیر. دیگه حتما برای شما ویدیو میگیریم بخیر، مشکل اینترنت حل شوه بخیر. دیگه ولاگای بسیار مقبول در راه هست ان شاء الله. بازم غیر حاضری مرا به بزرگیتون ببخشین. تا یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.